درودی به گرمای مهر میهن بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان. از تلویزیون ایران فردا در آناتولی ترکیه با ویژه برنامه امشب مهمان خانه شما خواهیم بود. در زمستان و زمهریر سرد ترکیه با برنامه تازه اما فرو خفته و به محاق رفته، داستان قتل‌های دانشمندان هسته‌ای ایران. نخستین دانشمند هسته‌ای ایران که مخالفت کرده بود با غنی‌سازی 20% زنده یاد اردشیر حسین‌پور، همینک به ترکیه آمدیم و دیداری با خواهر ایشان خواهیم داشت که به خونخواهی برادر به پا خواست. الهی داغ تو هر دم فروزان بسوزاند منو این جان سوزان، الهی سوگ من پاینده باشد که هجرت آتشی تابنده باشد، الهی از پیت آوار گشتم که هر لحظه به گرد کوه و دشتم، الهی باز ما بر خاک غلطید سیاه دستی زد و را و بخندید، الهی ای تو سرور ای برادر دمی بگذار بر پایت نهم سر، الهی بی تو ماندم سخت جانی مرا زین سخت جانی وارها. از او میپرسیم، میخوانیم و میکاویم چگونه به قتل رسید. یک سال پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، آیا در راستای قتل‌های زنجیره‌ای جان باخته است؟ آیا مخالفت ایشان با غنی‌سازی 20% عامل قتل وی بوده است؟ از زبان خواهر ایشان در آناتولی مرکزی در ترکیه با شما باز می‌خوانیم. با ما باشید و بنشینید، به خانه باز خواهیم گشت. درودی دوباره داریم خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمندم در همه جای جهان، خاصه هممیهنان عزیز و مهربان در مام میهن ایران زمین. از میانه های شهر عبور کردیم و همینک در خانه خواهری هستیم که برادرش سالیانی پیش در راستای مبارزه با مخالفت با غنی‌سازی 20% جان باخته است. محبوبه حسین‌پور، خواهر زنده یاد اردشیر حسین‌پور، یکی از نخستین دانشمندان فیزیک اتمی ایران که در مخالفت با غنی‌سازی 20% کشته شده است. همینک با شما همراه خواهیم شد با خواهر ایشان محبوبه حسین‌پور و گفتگو می‌کنیم، همینطور ورق می‌زنیم دفتر صفحه یک امشب رو بازخوانی می‌کنیم از چگونگی جان باختن و کشته شدن ایشان. چرا کشته شد؟ از ناحیه چه کسانی و چه می‌خواستند؟ خانم محبوب حسین‌پور بسیار خوش آمدید به برنامه ما و خیلی عذرخواهی می‌کنم که در مقدمه برنامه ناگزیر به توضیحاتی شدم که قطعاً احساس شما پس از سالیانی جریحه‌دار شد. از زبان شما می‌شنویم که زنده یاد اردشیر به چه دلیل کشته شد؟ سپاس از شما و من هم به نوبه خودم بسیار خوشوقت هستم که پس از 9 سال که من در آرزوی یک همچین موقعیتی بودم تا بتونم صدام رو به هموطنانی که به جفا و جور یک حکومت استبدادی از سرنوشت یکی از خالص‌ترین و شرافتمندترین فرزندان خودشون بیخبر موندن، بالاخره این فرصت فرا رسید و از اینکه به این ماتمسرای آریتی من پا گذاشتین هم باز سپاسگزاری خاص خودش رو دارم. استدعا میکنیم. اردشیر در یک جمله که من بخوام خدمتون بگم، در مقابل یکی از امنیتی ترین
فرامین این حکومت تمامیت خواه و در واقع خطرناک ایدئولوژیست ایستاد و به قیمت جان خودش از غنی‌سازی 20% جلوگیری کرد که به آغاز جنگ جهانی سوم به دست یک حکومتی از نوع داعش منتهی نشد. خبر درگذشته اردشیر حسین‌پور کمتر رسانه‌ای شد. من در بازرسی‌هایی که کردم از تاریخچه اطلاع رسانی این رویداد یکی دو تا مطلب بیشتر نیافتم، از جمله گفتم وبسایتی بود به نام اهر نیوز که اشاره کرده بود و یک بار یکی از روزنامه‌های کثیر انتشار کشور که اشاره گذرایی کردم و سپس کلاً به محاق کشوندن. این به سایه کشانی، این به محاق کشانی انتشار نام ایشان از چه موضع و منظری بوده است؟ قرار نبود که اردشیر حسین‌پور شناخته بشه به ملت ایران و تمام پیشبینی‌های لازم برای اینکه هر کسی که میشه به نوعی این مسئله رو بازتاب بده، تمهیدات از قبل چیده شده بود. یکی از اونها خروج همزمان من از ایران بود و اینکه به هر حال یک نیرویی که در این زمینه میتونست بسیار کمک کنه به افشاگری از جان فدایی من نسبت به برادرم اردشیر کاملا خبر داشتن. ما هر دو خیلی جوان بودیم که با هم وارد دانشگاه شیراز شدیم و از شخصیت ما و از روحیات ما کاملا خبر داشتن. به واسطه حساسیتی که روی اردشیر بود طبیعتا خانواده او هم زیر ذره بین بودن و دلایل، یعنی تمام کسانی رو که میتونستن به نوعی افشاگری کنن، دادخواهی کنن که خیلی انگشت شمار بودن، اینها همه در یک زنجیره از فرامین و تدابیر امنیتی محبوس شدن که کسی هم نبود، من بودم و مادرم که به واسطه من و به خاطر امنیت من مجبور به سکوت شد. من در بازخوانی پرونده قتل زنده یاد اردشیر حسین‌پور به تصاویر و عکس های بیشماری هم برخوردم، از جمله عکس و تصویری میبینم که در اتاق ایشان تصویری از سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت نصب شده است و قتل ایشان یک سال پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد صورت میگیره. نظر به بازخیزی لایه های قتل های زنجیره ای، آیا در این راستا میبینید که نوعی جدال جناحی صورت گرفته باشه با توجه به مصداق دیگری هم که داریم، دکتر علی محمدی از دانشمندان هسته‌ای دیگری که تنها چند روز پس از نامه ای به میر حسین موسوی به قتل میرسد، آیا تسویه حساب های سیاسی جناحی بر این امر مترتب هست؟ چه بسا؟ البته اردشیر یک عنصر علمی و فراجناحی بود، اما در این که به هر حال افراطی ترین و متعصب ترین و در واقع بی سواد ترین و بی صلاحیت ترین اخشار به هیچ عنوان نمیتونستن باهاش کنار بیان، که خب شکی نیست در این مسئله. و اون عکس رو از همون زمان اردشیر روی دیوار دفترش در دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، گذاشته بود که در صبح روز جنایت که همسرش اولین کسی بوده که وارد اون دفتر میشه، میبینه که اون عکس رو از روی دفتر، از روی دیوار برداشتن. و عجیب این هست که 3 روز مداوم قبل از اون جنایت تعطیل بوده. با توجه به اینکه در برخی از خبرها هم و گزارش‌ها اشاره شده بود که نظر به اینکه یعنی یک سال پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد بوده، روزی که احمدی نژاد به دانشگاه شیراز رفته بود، زنده یاد اردشیر حسین‌پور تحت عنوان یک مرخصی خودانگیخته اون روز به دانشگاه هم حتی نرفت و بر مبنای برخی از قرائن و شواهد ایشون مقهور و مغضوب تیم تندروهای دولت احمدی نژاد شده بود. آیا این دلیلی نیست مبنی بر این که این گروه در به قدر رسانی همت بیشتری کرده باشند؟ قدر مسلم، اما جناح اصلاح طلب هم به اردشیر حسین‌پور در این زمینه هیچ کمکی نکرد، هیچ حمایت و حفاظتی
از یک همچین عنصر ارزشمندی به عمل نیاورد و اردشیر تنها موند در اون جدال یکتنه خودش علیه اون دستورای شیطانی، علیه غنی‌سازی 20%، علیه مدیریت علمی برای ساخت بمب اتمی. اردشیر حسین‌پور عملا تنها موند و کار به جایی کشید که نبایستی میکشید. آیا شما به عنوان خواهر زنده یاد اردشیر حسین‌پور در سالهای منتهی به مرگ ایشان علائم، شواهد و یا قرائنی به طور مشخص دیدید یا از ایشان شنیدید که مرتبط باشه با گزینه قتل ایشان؟ اردشیر بنا به اون شخصیت بسیار مستقل و آزاده و وجدان علمی که داشت، قدر مسلم بارها در یک همچین سیستمی در واقع سند قتل خودش رو امضا کرده. حداقل 3 مورد بسیار مهم و میشه گفت که تعیین کننده برای که یک همچین آدمی باید در این سیستم حذف بشه اتفاق افتاد. یکی از اونها در زمستان 83 بوده، زمانی که اردشیر رو دعوت میکنن برای بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر و در پایان این بازدید اردشیر نظر خودش رو مبنی بر اینکه این هیچ کارایی نداره و فقط تحمیل هزینه است به ملت ایران و تمام اشکالات فنی و علمی که میگیره به این ساختار، اونجا در حدود 30 نفر در رده‌های مختلف متشکل از شخصیت‌های علمی و طبیعتاً سپاهیان و همین مزدوران حکومت که برای در واقع کنترل اون گروه علمی رفته بودن. اردشیر در پایان سخنانش که نظرش رو اعلام میکنه، سعید قاسمی که اون موقع فرمانده نیروی دریایی سپاه بوده یک چیزی میگه که نامربوط بوده و اردشیر در حضور همون گروهی که اونجا بودن و داشتن از سایت میومدن بیرون که برن سمت ماشین ها، اینو دقیقا کسانی که در 3 نفر در اون هیئت بعدن برای من دقیقا سکانس به سکانس تعریف میکردن، بهش میگه که تو نه صلاحیت و نه سواد لازم رو برای اظهار نظر در این مقوله نداری، این موقعیتی هم که توش قرار داری اساسا حق تو نبوده. یک مورد دیگه دقیقا باز در تابست در آذر ماه 83 من به خوبی به خاطر دارم، مادرم تلفن زد و به من گفت برای اردشیر سه نفر از وزارت دفاع میرن به دفتر اردشیر در دانشگاه، یک قرارداد حقوق 3,000,000 تومانی و یک دست لباس نظامی به اضافه درجه سرتیپ دومی سپاه که روی اون گذاشته بودن رو به اصطلاح به عنوان پیشکش میبرن برای اردشیر حسین‌پور و ازش تقاضا میکنن که در استخدام وزارت دفاع در بیاد به عنوان سرتیپ دوم، که اردشیر با قاطعیت تمام قضیه رو رد میکنه و میگه اساسا از نظر قانونی من نمیتونم در حالی که استخدام وزارت آموزش عالی هستم به استخدام یک وزارتخونه دیگه در بیام و از اونجا هم حقوق بگیرم و به لحاظ مسئله علاقه هم اگر من میخواستم که وارد لباس نظامی بشم یا سپاهی بشم بعد از اینکه سربازیم رو انجام دادم، چون اردشیر در خدمت سربازیش رو در ارتش انجام داد و به واسطه همون رشادت و اون شجاعت ذاتیش با درجه گروهبان دومی هم و با تشویق نامه جنگی در خط مقدم 2 سال اردشیر خدمت کرد و اومد عقب و رفت دانشگاه، گفت من اگر میخواستم بعد از خدمت سربازیم وارد وزارت دفاع میشدم و اساسا من قبول نمی کنم. که میگن نه دکتر، ما میخواییم بعد از این که میایید به جلسات که در لویزان تشکیل میشه با لباس نظامی بیاید. میگه که من اگر هم به همین شکل با لباس شخصی است اگر مشکلی نیست من ادامه میدم، در غیر این صورت من معذورم. و اردشیر در نیم سال تحصیلی اول سال 84 در سر کلاس فیزیک کوانتوم 2 یک نفر ازش سوال میکنه که دکتر نظر شما راجع به اصل ولایت مطلقه فقیه چی هست، چون اون مبحث در مورد نسبیت و مقولاتی از این دست بوده. و اردشیر میگه شما سر یک کلاسی که ما داریم عدم قطعیت هایزنبرگ رو تدریس میکنیم
و شما مخاطبین این مضمون هستین، چطور همچی سوالی از من میکنی؟ و روی برد یک چیزایی مینویسه، فرمول رو مینویسه و خطاب به کلاس بر میگرده، به بچه ها نگاه میکنه، میگه بر این مبنا از نظر علمی هر نوع اصل مطلقی از نظر علمی مردود و از نظر مذهبی شرک هست. با توجه به اینکه زنده یاد اردشیر حسین‌پور از دانشمندان صاحب نام عرصه فیزیک اتمی کشور بوده و واجد مقالات بیشمار در نشریات داخلی و ژورنال‌های بین‌المللی بوده، آیا پذیرشی از دانشگاه‌های خارج کشور نداشت که نظر به بحران‌هایی رو که جلوی پای خودش می‌دید، مخالفت‌هایی که با کلیت سیاست‌های هسته‌ای ایران اعمال کرد، قطعاً می‌تونست مسائل و مشکلاتی رو متوجه ایشان بکنه؟ آیا پیش آمده که پذیرش از دانشگاهی بگیره؟ آیا پیش آمده که بخواد مهاجرت بکنه برای در امان ماندن از بحران‌های احتمالی؟ اردشیر از 10 سال قبل از این فاجعه پذیرش‌هایی که براش می‌رسید از دانشگاه‌های مختلف شروع شد و تا جایی که من به خاطر دارم حداقل 8 دانشگاه معتبر از توکیو تا امریکا برای اردشیر دعوتنامه داده بودند. اردشیر حاضر نبود عرصه‌ای رو که به اون عشق می‌ورزید و در اون تسلط داشت و میتونست از اون به نفع جامعه ایران و به نفع پیشبرد علم استفاده کنه، ترک کنه و فقط به فکر نجات خودش باشه. پروژه‌های بسیار داشت در هر زمینه‌ای که مطابق با منافع ملی مملکت بود. از شیرین کردن آب خلیج فارس شما تصور کنید و زهکشی به داخل استان سیستان و بلوچستان و تأسیس باغستان‌های مرکبات و زیتون که من به خاطر دارم این مسئله مربوط به 25 سال قبل هست که توی منزل در این مورد صحبت می‌کردیم و 15 سال قبل این پروژه رو به مجلس داد، الانم که 9 ساله که نیست. خب خانم حسین‌پور، معمولا در دوران پناهجویی روزها رو چگونه میگذرونید؟ چه مدتی که الان ترکیه هستی اصلا؟ ترکیه دقیقا 2 ساله. 2 سال. و اما از زمان در واقع گریز من از ایران 2.5 سال میگذره. 6 ماه اول رو من در امارات بودم. چی شد که تصمیم گرفتید از کشور خارج، یعنی بعد از 6 سال بعد از مرگ برادرتون، چی شد که تصمیم گرفتید بیاید؟ در اون 6 سال چه میاندیشیدی؟ چه میکردید؟ آقای عباس‌زاده، من با تک تک کسانی که از این فاجعه خبر داشتن، چه به عنوان دوست بله. و چه به عنوان دشمن، اتمام حجت کردم. من به هر جایی متوسل شدم برای اینکه فریاد ما رو منعکس کنن، ولی دقیقاً سیستم این برنامه رو پیاده کرده بود که همه فقط ناظر باشن و ساکت. ما هم در واقع شاهد نوعی سکوت رسانه‌ای حول قتل زنده یاد اردشیر حسین‌پور بودیم و هستیم. برای خیلی از بینندگان ما جای سواله که چطور دانشمندی در این قامت، دانشمند هسته‌ای در این جایگاه که حتی با غنی‌سازی 20% مخالفت کرده، اینقدر مظلوم رسانه‌ای بود، اینقدر به محاق رفته. شما چه عواملی رو در این موضوع دخیل می‌بینید؟ برای اینکه این جنایت خط قرمز این سیستم بود، برای اینکه این پرونده امنیتی ترین قتلی بود که در این نظام اتفاق افتاده، طبیعی هست که اردشیر میبایستی که به عنوان یک مرگ کاملا مسکوت از ماجراش گذر کنه. بله، من در بررسی هایی که داشتم در یکی دوتا از نشریات و وبسایت های لوکال و محلی دیدم که خبرهایی از ایشون در روزهای آغازین درد شده بود. از جمله در وبسایت اهر نیوز بود که میخوندم که نام ایشون اومده بود و در راستای قتل‌های هسته‌ای مطرح شده بود و پس از آن کاملا به سکوت و محاق رفته بوده. آیا این برگرفته از نوعی جدال‌های جناحی در داخل سیستم نمیتونه باشه؟ قطعا بوده. من هیچ نوع ارتباطی از زمانی که این فاجعه اتفاق افتاد دیگه با جامعه ایران به عنوان به اصطلاح مکانهایی که به نوعی حکومت بر اونها اشراف داشت دیگه قطع رابطه کردم. اما از دانشگاه، محیط کار، همه چیزی، یعنی هر نوع چیزی که
سیستم حکومتی محسوب میشه من اساسا در اونجا حضور نداشتم، ولی افرادی رو که به طور آزاد میدیدم همه بر این باور بودن و طبیعتا رسانه ها و اخباری رو که از همون ماتمسرای خودم در تمام این سالهای انزوا، انزوای اجباری، انزوایی که من تحمیل شده بود، بله، دنبال میکردم، شاهد این مسئله بودم. به همین نتیجه میرسیدم که جناح‌ها به طور کلی بر سر این که هر دو جناحی که به هر حال ما میشناسیم بارز هستند در جامعه ایران، هیچ کدوم اراده‌ای برای اینکه این مسئله بازتاب داده بشه یا بهش بپردازن نداشتن. بله، روزها رو گفتید که منتظر پرونده شما در چه وضعیتی برای رفتن از این کشور؟ من بدون اینکه هیچ کشور خاصی رو تقاضا کرده باشم، ولی خودشون پرونده ما رو دادن به امریکا و الان به اصطلاح در آخرین مرحله‌ای هستیم که بهش میگن چک امنیتی. بله، برف و آفتاب یادآور چه نکته است؟ من یادم افتاد به یک ضرب المثلی که از مادر بزرگم به خاطر دارم. من از مادری بختیاری هستم، میگفت آفتاب بشه وای به برفه، بارون بیاد وای به برف، باد بیاد وای به برف. برای که در همه این احوال این برف هست که در آماج میشه و بله، یعنی سرنوشت خود رو با برف همسان میبینید. بله، ما هم معتقدیم که منم از ضرب المثل اشاره کردید به یاد دارم که زنده یاد مادرم میگفت که برف میره و روسیاهی برای زغال میمونه. با ما باشید، به خانه باز خواهیم گشت. هدفتون از ادامه کنش‌ها و تلاش‌های موجود چه هست؟ به طور مشخص سپاسگزار میشم که با بینندگان ما در جریان بگذارید. چه هدفی رو دنبال میکنید؟ در درجه اول من این وظیفه رو دارم که به ملت ایران بگم دکتر اردشیر حسین‌پور کی بود و میخواست که برای اونها چه کار بکنه و به چه سرنوشتی دچار شد. این حق ملت ایران هست که بدونن که یک نفر از خودشون، از فرزندان برومند خودشون واجد چه خصلت‌های انسانی و چه نبوغ شگفت‌انگیزی بود و از اون می‌خواست در راه رفاه این مردم استفاده کنه، ولی این حکومت فاشیست مذهبی اجازه نداد، چون فقط می‌خواست از نبوغ اردشیر حسین‌پور برای تهیه بمب اتمی استفاده کنه، برای غنی‌سازی 20%، برای ساخت سلاح‌های کشتار جمعی، برای اینکه جنگ سوم جهانی رو به نفع شیعه ولایت فقیه راه بیندازه، و اردشیر حسین‌پور یک تنه جلوی این ایستاد. این اولین و مهمترین رسالت من هست. دومینش این هست که جهان بدونه که این حکومت در پس پرده چه کرد و چه اهدافی رو داشت و علارغم همه درماندگی‌هایی که الان بهش برخورد کرده، دنیا هم این رو بایستی که به دقت و به تحقیق بدونه. و البته یکی دیگه از اهداف من پیگیری تأسیس بنیاد فیزیکی هست که خود اردشیر حسین‌پور در نظر داشت این کار انجام بده و مقدمات بسیاری رو هم برای اون فراهم کرده بود. البته اون میخواست در ایران این کار انجام بده. من امیدوار هستم که بشه این کار رو ما پس از بر سر کار اومدن یک حکومت مردمی بر مبنای سکولاریسم و دموکراسی در داخل ایران انجام بدیم، ولی خب تا اون زمان من این کار رو در خارج از کشور انجام میدم و کتاب ها و آسایی رو که تونستم از سرقت و دزدی این حکومت نجات بدم و به خارج منتقل کنم، اونها رو هم به سامان برسونم. بسیار سپاسگزارم سرکار خانم محبوبه حسین‌پور، خواهر زنده یاد اردشیر حسین‌پور، که در گفتگوی ویژه امشب ما شرکت کردید. از شما بینندگان عزیز ایران فردا و مخاطبان هماره برنامه صفحه یک نیز سپاسگزارم که تا اینجای کار با ما همراه بودید. دفتر برنامه شامگاهی صفحه یک در نظر دارد تا سلسله برنامه‌های این چنین رو با روشنگری در عرصه‌های مختلف ادامه دهد. هر شب خاصه شب‌های جمعه از گوشه کناره‌های جهان با یک ایرانی در حوزه اقتصاد،
سیاست، حقوق بشر و فرهنگ. همواره با ما باشید و بنشینید، به خانه های شما باز خواهیم گشت. بدرود بر شما بینندگان عزیز.